پژوهشگران در عمق 4000 متری اقیانوس منبع جدیدی از اکسیژن کشف کردند که میتواند نظریات درباره منشأ حیات روی زمین را دگرگون کند. دانشمندان نام این پدیده را اکسیژن تاریک گذاشتند. به گزارش همکارم در رابطه با این اکتشاف تازه توجه فرمایید. دانشمندان 11 سال پس از نخستین مشاهده کشف کردند که اکسیژن تاریک در اعماق اقیانوس و آنطور که به نظر می رسد تحت تأثیر توده های فلزی در بستر دریا تولید می شود. حدود نیمی از اکسیژنی که تنفس می کنیم در اقیانوس ها تولید می شود. پیش از کشف اخیر دانشمندان بر این باور بودند که این اکسیژن بر اثر فتوسنتز گیاهان دریایی تولید می شود که وابسته به نور خورشید است. اما حالا دانشمندان کشف کردند که اکسیژن در عمق 5 کیلومتری از سطح دریا و در تاریکی مطلق بر اثر الکترولیز میان قلب سنگهای فلزی که آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه می کنند هم تولید می شود. فرایند به وجود آمدن این گره ها که حاوی عناصر فلزی هستند میلیون ها سال به طول می انجامد. دانشمندان می گویند این قلب سنگ ها که حاوی فلزاتی مانند لیتیوم، کوبالت و مس هستند می توانند با تولید جریان الکتریکی کافی برای تجزیه یا الکترولیز مولکول های آب دریا اکسیژن مولکولی را آزاد کنند. این کشف نتیجه یک مأموریت تحقیقاتی در سال 2013 است که هدف آن بررسی میزان مصرف اکسیژن از سوی موجودات کف دریا بود. محققان با استفاده از دستگاه‌های خاصی به نام فرودگر، سکوهای مکانیکی که می‌توانند آزادانه به کف دریا سقوط کنند، سطح اکسیژن را در اعماق 4000 متری اندازه‌گیری کردند. اگرچه این یافته ها باید از سوی آزمایش های مستقل دیگر تأیید شوند، اما این تحقیقات نشان می دهند برخی مواد معدنی می توانند بدون نیاز به نور خورشید اکسیژن تولید کنند. دکتر نیکونز، مدیر انجمن علوم دریایی اسکاتلند گفت کشف منبع دیگری از اکسیژن در سیاره ما غیر از فتوسنتز پیامدهای بسیاری دارد. این کشف همچنین بر اهمیت حفاظت از محیط زیست هایی که اکسیژن تولید می کنند تأکید می کند. دانشمندان هشدار داده اند که باید در مورد استخراج معادن از اعماق اقیانوس با دقت بیشتری فکر و عمل کرد، زیرا به احتمال زیاد این فرایند اکسیژن مورد نیاز اکوسیستم های موجود در اعماق اقیانوس را تأمین می کند. این کشف می تواند افق‌های جدیدی را نیز در جستجوی حیات در سایر سیارات بگشاید.